من اینو می نویسم آدو منهای آیدو. خب بچه ها الان من اگر بخوام چاق و لاغر این رو بنویسم به نظر شما چجوری میشه؟ خیلی واضحه دیگه. متی چیز کن ها؟ آره رفرش کن. بچه ها من اینو براتون می نویسم حلش خودتون انجام بدید. میشه آدو سه منهای آیدو سه. یعنی کل این عبارت رو اینجوری ما نوشتیم که این عملا هست آشیش منهای آیشیش که همون آیه. با شما بچه ها عجله نکنید. باریکالله یه عده عجله نکنید و قشنگ جواب بدید. بچه دقت کنید ها. دارم میبینم گزینه‌های غلط زیاد دارن ارائه میکنن. درصد درست زدم ولی قشنگ 30% هم غلط زدن. ببینیم بچه ها من بهتون بگم آقا حالا البته اینو باز جلوتر خدمتون میگم. تو آب توان 6 رو میخوای حساب کنی اول آب توان 2 رو حساب کن. میگم آب توان 2 مساویه با 0 2 2 0 در 0 2 2 0. سطر اول در ستون اول 4، دوم در دوم 0، این در این 0 و اینم 4. این شد آدو. بچه ها آیا آشیش آدو به توان 3 هست؟ بله. ما چند صفحه جلوتر یه نکته داریم و اونم اینه که اگر یه ماتریس قطری رو تو بخوای به توان یه عددی برسونی اون عدد میاد میشینه بالای اینا. یعنی الان آشیش یا همون آدو به توان 3 اینجوریه که بچه ها اینا توان 3 میگیرن. یعنی میشه 64 0 0 64. آیم که ماتریسش 1 0 0 1. خیلی خوب پس تفاضلشون میشه 63 0 0 63 میشه گزینه 1 که تقریبا 70% بچه ها درست دادن و غلط هم داشتیم. حواستون رو جمع کنید بچه ها. بله خب یه بار دیگه من توضیح بدم. ببینید بچه ها اول از همه آمن های آی آب علاوه آی شده مزدوج. بعد اینو نوشتم چاق و لاغر. تشخیص چاق و لاغر بودنش دیگه به عهده شماست. آدو سه که میشه آشیش، آیم که همه توانش عبه میره. آشیش یوز توانه بالاست. توانه بالا هم جلوتر خدمتتون میگم. ما اول باید آدو رو به دست بیاریم بعد بریم سراغ توانایی بالا. آقا من آدو رو به دست آوردم شد یه ماتریس قطری. آشیش آدو سه هست. وقتی یه ماتریس قطری رو تو بخوای به توان برسونی اون توانه میاد میشینه رو درایه های قطر. این از این. خیلی خوب میشه 64 64 به توان سه. اینم که آیه اختلاف اینا میشه این. البته من این نوشتم این مساویه منظور منهای اینا منهای آی مساویه اون شده. بله این هست این موضوع که خدمت شما دوستان عزیز و خوب خودم نوشتم. اما یه بدانید که بهتون بگم. ببینید بچه ها هر وقت یه جا دیدید ضرب دوتا ماتریس شد 0، این اوی خط بالاش نماد 0ه. دقیقا بچه ها یادتون باشه هر دوتا ماتریس دترمیناناشون 0ن. هم آ دترمینانش 0ه و هم بی دترمینانش 0ه. دترمینان چیه بچه ها اونایی که نمیدونن؟ آقا اگر من یه ماتریس 2 در 2 داشته باشم مثل 2 5 6
هفت، مثلا بچه ها حاصل ضرب اینا 14، منهای حاصل ضرب اینا 30 که میشه منفی 16. این عدد رو بهش میگن دترمینان برای ماتریس 2 در 2. خب پس چی شد الان؟ آقا اگر ضرب دو ماتریس یه ماتریس صفر بشود